سلام دوستان، من دلم برای شما تنگ شده. آخرین بار کدوم هنرمند رو یاد گرفتیم؟ هنرمندی بود به نام کاندینسکی. امروز دوباره هنر انتزاعی خواهیم کشید. شاید تعجب کنید چون ظاهراً متفاوت از اونچه دفعه قبل دیدیم خواهد بود. نام این هنرمند پیت موندریان هست. به طور خلاصه بهش میگیم موندریان. حالا ما میخواییم آثار هنری موندریان رو بررسی کنیم. بیایید درست به کارهای اون نگاه کنیم. موندریان میخواست درختان رو به روش منحصر به فرد خودش بیان کنه. بنابراین اون شکل یک درخت رو تغییر داد و اون رو اینطوری بیان کرد. سپس مثل این و بعد مثل این. آیا متوجه شدید که فرم اون ساده تر شده؟ این همه درختایی که موندریان کشیده نیست. اون به بیان درخت ادامه داد و سپس در نهایت اونو اینطوری تموم کرد. تصاویری که به شما نشون دادم فقط مراحل کار اون بود. کار باقی موندریان اینه. آیا اونقدر باحال نیست که بشه یه درخت رو اینطوری بیان کرد؟ این اثر همچنین اثری هست که فقط با خطوط مستقیم بیان شده. آثار هنری اون از بسیاری جهات روی طراحی ها تاثیرگذار بوده و در ساختمان ها و خیابان ها نیز بیان میشه. حالا ما آثار هنری موندریان رو با هم ترسیم خواهیم کرد. بیایید شروع کنیم. کاغذ رو این شکلی تا بزنید و اونو برگردونید. حالا شروع به ترسیم آثار هنری موندریان می‌کنیم. برای ترسیم خطوط نیازی به استفاده از خطکش نیست. فضا رو هر طوری که دوست دارید تقسیم کنید. نیازی نیست که اونو دقیقاً به این ترتیب تقسیم کنید. من اینطوری تقسیم کردم. بعد ما می‌خوایم این قطعات رو با استفاده از قیچی برش بزنیم.
بعد از اینکه اونها رو بریدید، میتونید اونها رو روی نقاطی که در ابتدا بودن قرار بدید. خب بنابراین اونها رو برش داده و مجدداً قرار دادم. حالا شما میتونید این قسمت‌ها رو با رنگ‌هایی که دوست دارید رنگ کنید. اگر بخواید میتونید بعضی از قسمت‌ها رو سفید بذارید. یک کاغذ دیگه بیرون بیارید و مثل قبل تا بزنید. سپس تکه هایی که رنگ کردیم قرار داده و اونها رو بچسبونید مثل پازل. خب بقیه رو مثل این بچسبونید. ما همه اونها رو چسب زدیم. بچه ها شما چطور مال خودتون رو بیان کردید؟ همچنین سرگرم کننده خواهد بود اگر از رنگ های متنوع استفاده کنیم و قطعات رو به اشکال مختلفی برش بزنیم. اما اگه این کار سخته، بیان اون به روشی ساده اشکالی نداره. نظر شما در مورد کلاس امروز چیه؟ کاندینسکی و موندریان هر دو هنر انتزاعی را ترسیم کردند، اما بسیار متفاوت به نظر می رسیدند. همونطور که می بینید، هنرمندان افکار مختلف و شیوه های مختلفی برای بیان اونها داشتند. بنابراین، از افکار دیگران پیروی نکنید، بلکه از افکار خودتون برای بیان اونها در یک نقاشی استفاده کنید. به این ترتیب، شما نقاشی ویژه خودتون رو به دست می آرید. پس، دفعه دیگه شما رو می بینم. خداحافظ.